مثلا شرکت برشنا میگن که قرار است در جنون هفته روان نخستین فهرستی از بزرگترین بدهکاران صرفی برق را به علوی سرانوالی بفرستند رئیس تجارت این شرکت میگد که پس از آغاز پیکار برای گردآوری بدیهای صرفی برق از نزد زورمندان این شرکت تا حال در حدود 300 ست تن از مقروزین این شرکت که از سالهای گذشته پولهایشان را نپرداخته بودند حاضر به پرداخت بدیهایشان شدند از هم شمار از اعضای از مجلس نمایندگان تطبیق نشدن قانون به همگان و استفاده از مقام و قدرت را دلیل پرداخت نشدن میلیاردها ها افغانی پول صرفی برق سوی شمار از افراد می دانند. بیشتر رو این موضوع گفتگو میکنیم با آقای صفی الله احمدزی معاون ریاست تجارتی شرکت برشنا سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های تلو نیوز. ممنون محمد زای میشه بگوین که در این فهرست از بزرگترین بدهکاران صرفه برق چه کسانی جا دارن و در کدام ده های حکومت کار میکنن که اینا حاضر نیستن پولشان را پرداخت بکنن و شما ناگزیر هستین این فهرست بفرستین با لوی سورانوالی خب طبعا اگر ما روی ازی بنگریم که کیها مقروض هستن از برشنا شرکت طبعا کسانی هستن که هم سیاسون هستند و هم کسانی هستن که به شکل از اشکال اونا زورمند ساحات خود هستند اونا مثلا از برق مقروز هستند و در ضمن بعضی کسای دیگه هم از بخش تجارتی و رایشی حتی بخش های صنعتی ما مکروزیت دارن میشه چند تا شنام برین که بلاخره این چه کسانه هستند که حاضر نیستن برق را که مصرف میکنن پولش پرداخت بکنن به شما به تمام تلویزیون ها و به تمام رسانه ها معلوم است که اینها کیها هستند و از برق مقروز هستند و در ضمن ما سه لست را که تقریبا جدیدا ما از دو هفته به سو که ما روی کار گرفتیم اینا را به نشر سپردیم و این پروگرام ما ادامه داره و تا تمام لست هایی که مربوط مقروزین برشنا شرکت است به نشر سپرده شد همین بدهکاران بزرگ صرفی برق که گفته میشه چقدر پول بالا از اینا هست؟ خب اگر ما تفکیک کنیم که قسمه که در راپور یا د گزارش که شما هم به نشر رساندین تقریبا در حدود 12 میلیارد افغانی گفتین که در 12 میلیارد افغانی در حدود 4 چند میلیارد از اونها مربوط دوایر دولتی میشد که سال گذشته سال 1397 تقریبا 25 میلیارد از زیر وزارت محترم مالیه بر ما پرداخت کردن و امسال هم نظر دارن که پول باقی مانده برشنا شرکت را پرداخت کنن. به طرف مشترکینی که از برق قرض و اونا مشترکین تجارتی صنعتی و هم رهایشی می باشن اونا از پول برق قرض هستند بعضی ها, ها هستن که مثلا ما بگیم که از برق حتی سرقت میکنن یعنی هیچ اعتنای به قانون ندارن متاسفانه اگر بگیم اما برشنا شرکت با آن هم خاموش نششته و همیشه در صدد دزی بوده که رای حل بدیل ازی رو پیدا کنه که ما اگر راه حل بدیل از اونا رو صحبت کنیم ما یکی از راههای حل بدیلش که قبلا متفاهمنامه بالای سرنولی امضا کردیم یکی شو و در ضمن او ما در سال 1395 کار را آغاز کردیم یک تیم مشترک را به اساس حکم رئیس به جمهور گماشتن که برشنا شرکت در از او قرار داشت و اونا فیصله هایی را به عمل آوردن که کیها می توانند که پول برق را تحویل کنند و کیهایی هایی کسایی که پول برق را نمی کنند باید در کدام کدام موارد باید اینا سوال قرار بگیرند و بر دولت جواب ده باشن. پس از این معلوم میشه که برشنا شرکت یک شرکت تجارتی است که بر اساس نفع مفاد و زرر میچرخه اگر نفعو زرر یک شرکت روی دست گرفته نشوه طبعا او شرکت ورشکست میشه و ما هم یکی از او شرکتهای هستیم که اگر ما به می حالت ادامه پیدا کنیم امکان داره که از ورشکست شدن ما کدام چیز دیگه پیش بین نباشیم به خاطر ازی که ما خودمون ما می بینیم که تبادل اسعار در روز افزون افزایش یافته و در ضمن ما نمیتونیم که این پول را که ما از ای جبران میکنیم مثلا اگر ما بگوییم که 268 میلیون دلار ما برای کشورهای همسایه خود پرداخت میکنیم اگر 268 میلیون دلار ما به کشورهای همسایه خود پرداخت میکنیم ما پیش پرداخت رو پرداخت میکنیم اگر ما سر از مای حمل <applause> فکر <زمان> کنیم اگر <applause> زمانی که شما نام از این افراد همگانی نمیسازین بر مردم نمیگین آن زمان ممکن نیست که اینا بیان و پول صرفی برقشون رو پرداخت بکنن در حدود چندین هفته است که شرکت برشنا میگه که امروز و یا هم فردا یا پس فردا نام از اینا همگانی خواهد شد بالاخره چی زمانه مردم هم باید بدانه این چی کسانی که مقام دولتی هستند چه سیاسی هستند یا جهادی هستند، اما پول صرفی برقشون پرداخت نمیکنن <سؤال> برشنا شرکت ای لستا را گفتم قبلا هم افشا ساختن و در ضمن شما خودتان شاید حال هستین که برشنا شرکت با, با پسر جنرال سید دوستم هم یک ملاقات داشتن و در روی باکی و هم صحبت شده که اونا هم حاضر به تعویلی برق شدن در ضمن بعض سیاسون دیگه ما که مثلا ما اگر بگیم حضرت علی اونا هم حاضر شدن به پول پرداخت پول که اونا هم به برشنا شرکت مراجعه کردن در زمین ای کسایی هستن که اینا باید پول خود به بش، شکل از اشکال باید پرداخت کنن مگم ما هم روی از این تفاهمنامه‌ای که با لوی سارانوالی کار کردیم ده ای لوی سارانوالی که مسئله را کار کردیم ده اینجا هم یک کمیته ایجاد شده که اینا اول در قدم نخست برک تمام مشترکین ما یک مهلت قائل میشن این مهلت مثلا 10 یا 20 یوم است از این 20 یوم بعد اگر به این مهلت به این اختیاری یا قانع نشدن دوباره اونها با پنجه قانون سپرده میشن و در ضمن طبق تعامل قانون جزای برق 701 ماده است که ما میتونیم که مشترک مساکینی که از برق سرقت میکنن با با شش ماهه قصیر المدت اینا هم حتی میتونن که زندان به زندان برن بله خواهی روی از این صحبت های داشته باشیم آنچنان که مجلس نمایندگان هم از تطبیق ناشتن قانون برای همگان اینا نگران هستند و شاکی هستند و علتش میدانند که برخ از مقام های حکومتی بگویم یا برخ از زورمندان بگویم اینا حاضر نیستن که پول صرفی برق شما پرداخت بکنه زمانی که شما میدین از یک فرد عادی دو ماه بعد مکلف است که باید پول خود پرداخت بکنه و شما به زورم امور میگیرین دیگه از پیش چون برق اینا مصرف کردن اما چرا شما نمیتونین که از مقام های دولتی را گردآوری بکنین چرا از کسانی که شما را زرمند میدونین این پول ها گردآوری نمیشه طبعا در تمام سراسر افغانستان ما و شما شاید حال هستیم که بعض کسانی هستند که اخلال بر قانون است که این اخلال بر قانون اگر یا جلوش گرفته نشه به مرور زمان این اینی مشکلاتی است که دولت هم پولش بالای مردم میمانه و در زمین اونها هم اعتنای به دولت نمیکنن و قانون به شکل درستش تطبیق نمیشه که باعث از میشه که پراگندگی پراگندگی ها زیادتر شوه و در زمین مردم هم از قانون فرار کنن نظر ما یه است که اه 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 تحت یک چوکات باید در و در ضمن یک سیستم برای از جا ایجاد شود که اینا فرار از قانون نتانند بله خواهی از زمان که شما امین پول های تانه بتانین بگونین درست گرد آوری بکنین چقدر میتونن روی عمل سازی پروژه های بیشتر روی توصیه شبکه برق کشورم تاثیرگذار گذار باشد چون میتونین پروژه های بیشتر را با استفاده از این, برق از این پیسه شما بتانین کمالی بسازین طبعا شرکت روی یک پروگرام دیگه که من قبلنم مورا پیشتر هم تشریح میکردم یک پروگرامی است که نصب ما میتراز در تمام ترانسفرمر های تجارتی سنتی دوائر دولتی و تمام فیدر خروجی سبستشن های برشنا شرکت که چی میکنه تمام ارقام و اعداد تمام ترانسفرمر تمام شبکه افغانستان جمعواری میکنه و زایات ما تفکیک میکنه در این حالت ما میتانیم که تمام کسایی که از پول برق از برق به شکل غیر قانونی استفاده کردن و دستگیر کنیم و در زمین زایات خود کم بسازیم وقتی زایات ما کم ساختیم و تمام اواید خود به شکل درستش و به وقت معینش جمعواری کردیم تا به این تاثیرگذار روی توسعه شبکه ما داره و میتونه همشهریان ما از این بخش بهره مند شوه که این پولی که اضافی میمونه یعنی نفع و ضرر برش شرکت از وقتی که به نفع باشه ما طبعا نفع خود کلش به توسعه شبکه و اصلاحات شبکه مصرف میرسه تشکر سپاس از اینکه اونو خیلی سپاس از شما